است که من عقلانیت هم بتونم بیارم تو. اساسا آقای دکتر یکی از نکاتی که حتما ملاحظه کردید اینه که در عشق و در دوست داشتن یکی از عنصرهایی که دخالت داره شباهت هست. آدم ها به هر میزان که به هم شبیه تر باشن نفوذشون بیشتر خواهد بود و گرایششون هم به هم دیگه بیشتر خواهد بود. حتی تحقیقات خیلی عمیق روانشناختی نشون میده که شما وقتی مثلا وارد مجموعه میشید آدم هایی که شبیه به هم هستن در یک جا میشینن. تو اصل پراکسیمیتی یا اصل به اصطلاح مکان و نزدیک بودن، حتی روابط غیر کلامی که یک مدیری که به روابط غیر کلامی یه مدیر دیگه شبیه تر هستش بیشتر رو اون نفوذ میکنه تا کسی که روابط غیر کلامیش حتی به اون شباهت نداره. توی حالت‌های اجتماعی و تعامل‌های اجتماعی این اصل باز در سطوح مختلف خودشو نشون میده. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم این شباهت‌ها میتونه بستری باشه برای دوست داشتن‌ها، اما به هر میزان که سطحی نگری و صورت‌گرایی در اونها غالب به اصطلاح حاکم باشه، عمق چون وجود نداره اون سنخیت به وجود آمده نمیتونه ماندگار باشه. پس یک مطلبی بخوایم نتیجه گیری کوچیکم بکنیم، چون حالا باید بریم یک تعامل کوچیک داشته باشیم برگردیم، بخوایم نتیجه گیری کوچیک بکنیم، واقعا پس نمیشه گفت من با ایرانی زندگی کنم یا مثلا با آلمانی ازدواج بکنم اینها. یعنی که شما دارید میگید منم با شما خیلی موافق هستم که وقتی دارید این سرمایه گذاری گنده رو میکنی یکم راجع بهش فکر بکنید، یعنی ببینیم آیا هیجان سطحیه یا اینکه نمیگیم سطحیه، هیجانم سر جای خودش، آیا نیت توش هست، آیا به قول همین جایی من میتونم اون ور دماغم نگاه کنم، آیا میتونم، من معمولا به دوستان میگم یا توی صحبت هم همین است که بشین خودت رو 8 سال دیگه مجسم کن که کجا هستی، 11 سال دیگه میدونم مشکله ولی میتونیم بهش فکر بکنیم و این سرمایه گذاری رو حتما باید بکنیم. و صرفا قشنگ گفتین فرض که نوک دماغمون مثلا نوکتیزه یا چشاش قشنگه یا اینکه پسر خوش خرجیه، در واقع این دلیل نمیشه که ما بخوایم ازدواج داشته باشیم. متشکرم برای نظرتون. ما یک تعامل کوتاه داشته باشیم و بعد دوباره برمیگردیم و صحبت در خدمت آقای دکتر فاطمی هستیم. من رحیمی هستم، با هم دیگه صحبتمون ادامه بدیم. متشکرم.